امروز صبح به اون پسر زنگ زدی و راجع به عقد بچه ها گفتی؟ همین الان شوهر فرزانه زنگ زد و همه چی رو بهم گفت. هرچی بگین همون کارو میکنم، حتی وقتی خونه برگشتم همه خبر رو بهتون میدم. فقط یه فرصت داری، خرابش نکنی. خدا رو شکر که سالم. معذرت میخوام، نمیتونم باهات ازدواج کنم. فقط مال من. قبل از اینکه دستت به هم برسه زهر میخورم و میمیرم. اون دختره حتی کاری کرده که حرف زدن با بزرگترتم یادت بره، مگه نه؟ آدمای این خونه یه جوری راجب ماهک حرف میزنن، انگار اون یه دختره حقیره. خواهش میکنم که بعد از این برای ماهک از کلماتی مثل دختر خیابونی استفاده نکن. تیری مرضی یه کیسی، تیری خودگرزی یه کیسی، تیری خودگرزی. درست تا کی دست رو دست میذارین و راحت میشینین؟ خواهش میکنم پاشین برین دنبال پسر من بگردین، اینجوری پسرمون دوباره بر نمیگرده. تو چت شده؟ احسان پسر منم هست، به پلیس گزارش دادم دیگه، با اونا حرف زدم، دارن دنبالش میگردن. پسر شماست؟ اگه واقعا اونو پسرتون میدونین هیچ وقت نمیذاشتین با دختر بدنام داداشتون ازدواج کنه. از هیچی شانس نیاوردم. الو. علیک السلام. ممکنه گوشی عندلیب خاموش شده باشه، دعا کن زودتر برگرده. شما چطور درباره احسان فهمیدید؟ عندلیب امروز صبح به فرزانه زنگ زده بود؟ هرچی ازت میپرسم درست جواب میدی، فهمیدی؟ باز شما چتون شده؟ امروز صبح به اون پسر زنگ زدی و راجع به عقد بچه ها گفتی؟ کدوم پسر؟ چی دارین میگین؟ به من دروغ نگو، همین الان شوهر فرزانه زنگ زد و همه چی رو بهم گفت. اگه بهش گفتم جرم بزرگی نکردم، من به همین سادگی ها خودم رو بیچاره نمی کنم. هر کاری به نظرم درست اومد انجام دادم. تو اصلا میدونی چی کار کردی ها؟ اصلا میدونی؟ زنی احمق‌تر از تو زندگیم ندیدم. منم فهمیده تر از شما ندیدم. به خاطر همین اون برادرزاده یه بی آبروتون رو میخواستین به پسرم بندازین. عندلیب، این حرفمو با دقت بشنو. هر وقت احسان برگرده، هر وقت، همون لحظه اون و ماهک با هم دیگه عقد میکنن، یادت باشه. چی شد ماهک؟ اون حالش خوبه. به نظر من برای چند ساعتی برید استراحت کنید. تو فکر میکنی که من میتونم استراحت کنم؟ بالاخره باید مواظب خودتون باشین. ما هممون برای احسان نگرانیم. اما خب با استراحت نکردنتون که احسان بر نمیگرده. همش تقصیر منه. این اتفاقا به خاطر من میفته. برای یه اشتباه کوچیکم همه ی خانواده‌ام دارن مجازات میشن. من جلوی دخترم شرمندم، من جلوی داداشم شرمندم، جلوی برادر زدم حتی نمیتونم باشون چشم تو چشم بشم. اصلا نمیفهمم که چی کار کنم. تا حالا هیچ وقت انقدر درمونده نبودم. من پیش شما میام، شما خودتون رو مقصر میدونی. پیش ماهک میرم، اونم خودشو مقصر میدونه. آخه با اینجور گفتنتون چی درست میشه؟ شما بزرگی این خونه، باید با این شرایط مقابله بکنی.
خب چی شد؟ از احسان خبری نشد؟ تا الان که نه، اما شما دعا کنید به زودی بر میگرده انشالله. پیمان داداش، من شرمندت شدم، منو ببخش، نباید تو این شرایط بحث ازدواج رو پیش میکشیدم. ببین از طرف من و خانوادم هیچ فشاری روی تو نیست داداش. داداشم گوش کن لطفاً، من اومدم اینو بهتون بگم، به محض اینکه احسان برگرده اونو محک با هم دیگه عقد میکنم. اما من داداشم، اگه شما منو برادر خودتون میدونید پس مخالفت نکنید. خدای بزرگ، من خیلی نگرانم. احسان فقط میخواست به من کمک کنه. اون هر جا هست تو مواظبش باش. خدای ما رو از این مصیبت نجات بده. اینم گوشید. فهمیدی رفتی خونه چی باید بگی؟ آره یادمه. چی میگی؟ هر چی بگین همون کارو میکنم، حتی وقتی خونه برگشتم همه خبرها رو بهتون میدم. فقط یه فرصت داری، خرابش نکنی. چشم. آفرین، به خونت زنگ بزن و بگو داری برمیگردی. زود باش زنگ بزن. احسان؟ الو احسان، تو کجایی؟ سلام ماهک، من کاملا خوبم، دارم میام خونتون. تو یه کاری کن، منتظرم باش و به همه خبر بده. باشه، درسته، فقط بهم بگو. احسان، الو، بریم؟ بریم. چی شد آبجی؟ احسان زنگ زده بود. چی؟ آره. چی میگه؟ اون گفت که الان قراره بیاد خونه ما. خیلی چشتون روشن باشه آبجی. بهت گفته بودم دادش احسان هیچیش نمیشه و برمیگرده. میرم به بابا خبر بدم، تو هم سری بیا پایین جونم. آبجی همین امروز عقد میکنه. چه نیازی بود اینجا جمع شیم؟ مستقیمی اومد خونه خودمون. خدا تو شکر کن پسرت صحیح و سالم داره میاد خونه، وگرنه تو که به کشتن داده بودیش. ساکت باش. من باز میکنم داداش. خدا رو هزار بار شکر. خدا رو شکر که سالم برگشتی پسرم. این چه حال و روزیه؟ تو خوبی؟ من خوبم، خوبم مامان. معذرت میخوام، من نمیتونم باهات ازدواج کنم.
شمشیر برای تو مناسبه. اگه ممکنه منو ببخش. تو عقلت سر جاشه؟ چه مزخرفی داری میگی؟ عقلش سر جاشه. تا وقتی به کشتنش ندین خیالتون راحت نمیشه. هر چقدر میخواست فداکاری کنه فداکاری کرد، دیگه بسته. پسرم بریم خونه، باید استراحت کنی. محبت کو بھرے بازار میں رسوا کیا تو نے، اے سوداگر میرے دل کے یہ کیا سودا کیا تو نے، یہ کیسی تیری خود غرضی، سنی نہ دل کی عرضی، میرے نہ سونا دیکھے تو تیری مرضی، تیری مرضی. من بد جوری میخوامت، من قصد بدی ندارم، میدونی هر کاری بخوام میکنم، هیچ کم و کاستی هم ندارم. میخوام باهات ازدواج کنم، میخوام با احترام مال من باشی، وگرنه هر کاری ازم بر میاد. تا حالا چیزی رو انقدر محترمانه نخواسته بودم، اما الان محترمانه دارم خواستگاری میکنم. معذرت میخوام ماهک، نمیتونم باهات ازدواج کنم. شمشیر برای تو مناسبه. تا الان حتما اینو فهمیدی که به جز من انتخاب دیگه ای نداری. چرا یه مرتبه منو نمیکشی؟ هر روز مردن رو نمیتونم تحمل کنم. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی میذارم مرگ نزدیکه چه؟ به هیچ وجه. من بدجوری میخوامت، تو هم فقط مال منی، فقط مال من. قبل از اینکه دستت به هم برسه زهر میخورم و میمیرم. این ممکن نیست، چون اگر بری از کسی زهر بخری، اون مغازه دار جلوی خودت زهر میخوره و میمیره، و اگه نمرد اون وقت خودم میکشمش. منو راحتم بذار، واسه چی داری مجازاتم میکنی؟ منو قبول کن ماهک، من بدجوری میخوامت، من قصد بدی ندارم، میدونی هر کاری بخوام میکنم. هیچ کم و کاستی هم ندارم. میخوام باهات ازدواج کنم، میخوام با احترام مال من باشی، وگرنه هر کاری ازم بر میاد. تا حالا چیزی رو انقدر محترمانه نخواسته بودم، اما الان محترمانه دارم خواستگاری میکنم. Ah!
انتظار داشتم که بیای پیشم و ازم عذرخواهی کنی پسر. برای چی؟ به به، اون دختره حتی کاری کرده که حرف زدن با بزرگترت هم یادت بره، مگه نه؟ اسم اون دختره ماهکه. میخوام باهاش ازدواج کنم. ببین شمشیر، تو هنوز جوانی و خیلی دخترها قراره تو زندگیت بیان، اما یه چیزی رو یادت باشه، همچنین دخترهای آموزش میبینن تا پسرهای اصلی مثل تو رو به دام خودشون بندازن. چیزی که جالبه اینه که اون اصلا به هم علاقه ای نداره، منم که دوستش دارم، اونم خیلی زیاد. خب روش کار این دخترها همینه دیگه. من بیشتر از تو دنیا رو دیدم. تو داری اشتباه میکنی. بذار اشتباه کنم. فرض کن میخوام این اشتباه زیبا رو انجام بدم. ببین شمشیر، قبول دارم من و تو اکثرا سوء تفاهمات زیادی داریم، اما تو پسرمی، از خونمی. اگه پدر سختگیری میکنه فقط به این دلیله که بچهش به راه غلط نره، و مسیری که الان میری ممکنه که به ضرر همه خانوادمون باشه. نه خان بابا، من مسئولیت تصمیممو به عهده میگیرم. شما هم انقدر نگران نباش. یعنی ما نگرانت باشیم ولی تو هیچی برات مهم نباشه؟ کار من و داداشت مگه فقط اینه که همیشه گندای تو رو جمع کنیم؟ بگو. نمیخواد کاری برای من انجام بدی. من نمیخوام هیچ کسی گند منو جمع کنه. من کسی نیستم، بابای تو هم. احمق. منو صدا زده بودین خان؟ آره بیا بشین. خیر باشه. حتما میدونه دیروز پسر عزیز دردونا چه کسی رو دزدیده. من باهاش حرف زدم، درست میشه. مگه تا امروز درست شده که الان درست شه؟ فکر میکنه من دشمنشم، برای همینم حرف زدن باهاش فایده ای نداره. یه کاری کن، با فروه برو با مادرش حرف بزن. اگه با پولی چیزی این مشکل حل بشه که خیلی عالیه. ما دوتا بریم؟ آره؟ شما دوتا؟ تو همچین خونه واده هایی زنا رئیس خونه هن. اگه باباش غیرت داشت که دخترش همچین دست گلی به آب نمیداد. در ضمن من کاملا مطمئنم اون آدم ها بیشتر از پسرمون به پولا موقعیتمون علاقه مندن. درست باش میره. خان بابات خیلی ازت عصبانیه. آخرین باری که خوشحالتون کردم و یادتونه؟ پسرم اون خیلی رفتاراتو از روی بچگی فرض میکنه و نادیده میگیره، اما این بار عصبانیتش بجاست. کاری که میکنی اشتباهه. چی اشتباهه؟
چی اشتباهه؟ نمیتونم با دختری که دوستش دارم ازدواج کنم؟ باید برای این حقم بجنگم؟ تو حق داری، اما نمیتونیم بذاریم ازش استفاده اشتباه کنی. همینجوری توی خیابون یه دختر رو دیدی و عاشقش شدی، میخوای اون همسر زندگیت بشه؟ عروس این خونه و خونواده بشه؟ و ما دست رو دست بذاریم و همینطور تماشات کنیم؟ پسرم، ما نمیتونیم همچین اجازه ای بهت بدیم. شما عجیبید مامان. یعنی من حق و حقوق دارم ولی نمیتونم ازش استفاده کنم چون بابام برام شرط داره. این همون سیاستیه که به خاطرش تصمیمای این خونه رو قبول ندارم و با این سیاست مخالفم. اما یادتون باشه من نمیذارم این چیزا بین من و عشقم فاصله بندازه. اینو به بابا خانم بگید. و یه چیز دیگه، آدمای این خونه یه جوری راجب ماهک حرف میزنن انگار اون یه دختر حقیره. خواهش میکنم که بعد از این برای ماهک از کلماتی مثل دختر خیابونی استفاده نکنید. من خوشم نمیاد. فقط همین که ما رو ببینن دهنشون بسته میشه. والا تو علاقه داری که واسه داداش ما عروسی بگیری؟ آره، اما اینو نمیفهمم که خواهر من از چیه اون داداش تو خوشش میاد. همون چیزی که اون دختر خوشش میاد. چی؟ اسم نوابزاده دلاور. تو شاید فراموش کردی که من دختری معلم ساده نیستم. پدر من یه تاجر خیلی مشهور و معروف و خیلی بزرگ توی این کشوره. شاید تو فراموش کردی که وقتی ازدواج کردیم من توی جهیزیم 3-4 تا کارخونه با خودم آوردم. بابای اون دختر اگه 4 بارم بمیره و زنده بشه هیچ وقت نمیتونه هم سطح بابای من بشه. حالا عصبانی نشو، معذرت میخوام. تو داری خونه اونا میری، اون دختر فقیر اینجا نمیاد که هم سطح تو بشه. نمیتونه هم بیاد. ماهک، ما هممون ناراحت هستیم، هممون آشفته ایم، از همه بیشترم بابات. این کاری که احسان کرد واقعا هیچ کدوممون ازش انتظار نداشتیم. ببین، اما اتفاقی که دیگه میخواست بیفته افتاد. ما دیگه باید قوی باشیم، باید به زندگیمون ادامه بدیم. مامان، من احسان رو دوست نداشتم. هیچ وقت کسی رو دوست نداشتم. همیشه فقط اینو میخواستم که بابام خوشحال بشه. از بچگی اینو شنیدم که دختر باره رو دوشن. واسه همین همیشه حواسم بود که باره رو دوش بابام نباشم. واسه همین همیشه کمک دستش بودم. اما الان ببینید برام چه اتفاقی افتاد. یه بار سنگین براشون شدم. نه دخترم، تو بار سنگینی نیستی، فقط یه شرایط سخته و ما هم باهاش روبرو میشیم. بابا تو رو قدرت خودش میدونه، نباید ناراحت باشی، وگرنه شجاعت تو از دست میدی. اون وقت بابا چی میشه؟
مامان، اون آدم ها اومدن خونمون. کیا؟ خانواده شمشیر. برای چی اومدن؟ نمیدونم مامان، میگن میخوان شما رو ببینن. ببخشید، این چیه؟ شاید شما قبلا همچین چیزی رو ندیدید. به این میگن چک. اینو چرا به ما میدین؟ واسه اینکه جایگاهتون رو بشناسیم. این چکو برای بستن دهنتون میدیم تا این داستان دیگه تموم بشه. شما آداب حرف زدن بلد نیستین؟ که اینطور. این دستگلی که دختر شما به آب میده مگه توی دایره آداب به حساب میاد؟ دهن منو باز نکن. ما خوب همدیگر رو میشناسیم. پدر مادرایی مثل شما رو. شما از دخترتون استفاده ابزاری میکنید و از اون برای ساختن آیندهتون استفاده میکنید. ببینین خانم، براتون سوء تفاهم پیش اومده. زندگی ما رو پسر شما برامون جهنم کرده. اون دنبال دختر ما افتاده، نه اینکه ما. اینقدر مزخرف نگو. دخترم تو چی کار کردی؟ من خیلی کار خوبی کردم بابا. اینا خودشونو چی فرض کردن؟ ببینم تو عقلتو از دست دادی؟ آره، عقلم از دست دادم. شماها با من این کارو کردید. اما الان دیگه نمیتونم تحملتون کنم. چه دختر چش سفیدی هستی؟ با وجود این همه اشتباه بازم اینطوری حرف میزنی؟ ازمون زهر چش میگیری؟ اگه شما الانو همین لحظه از اینجا بیرون نرفتین، مجبور میشم به زور از خونه بیرونتون کنم. بعدن به حسابت میرسم. برای آخرین بار بهتون میگم، بریم بیرون. بریم، یالا بریم. پاسخ سوالات خود را در قسمت بعدی ببینید.